سلام بچه ها، امیدوارم کارتون خوب باشه. 50 تا سوال آماده کردیم برای آمادگی آزمون 23 مهر. توی این ویدیو با سرعت بیشتری حل میکنم. یه ویدیو دیگه هست آماده شده، اون با سرعت کمتری حل شده، یکم توضیحات بیشتره. در کل همین رو ببینید، به نظر من کافیه. جزوهش هم میذارم، نکاتش توش نوشته شده. فقط با دقت گوش کنید که خوب یاد بگیرید. سوال یک رو ببینیم. میگه که فیزیک از بنیادی ترین دانش ها و شالوده تمامی مهندسی ها هستش. اصلا هر گزاره که در مورد فیزیک خوب بگید شما همونو درست بگیرید، اشکال نداره. دو، میگه مدل ها و نظریه های فیزیکی در طول زمان همواره معتبر هستند. یه لحظه نگه دار. سه، گفته آزمون پذیری و اصلاح نظریه های فیزیکی نقطه قوت دانش فیزیکه. گفتیم هر گزاره در مورد فیزیک بود مثبت بگیر، نقطه قوتش درسته. حالا یه سوال، میگه آزمون پذیری اصلاح. یه سوال، تو وقتی آزمون میگیری از خودت اصلاح میکنی خودتو، همواره معتبری؟ تو یه نظریه فیزیکدانا میدن، ممکنه میان آزمون پذیری رو اصلاح میکنن، ممکنه این نظریه کلا عوض بشه یا یه جاهایش اصلاح بشه یا کامل تر بشه. به این خاطر همواره معتبر نیستن، دستخوش تغییرات میشن. این غلط. مورد 4، برای توصیف دامنه محدودتری از پدیده‌های فیزیکی از اصل استفاده میشه. قانون عمومیت بیشتری داره، دامنه در واقع قانون بیشتره، مثل قانون نیوتن. اصل دامنش محدودتره، مثل اصل پاسکال. پس اینکه گفته محدودتر، بله محدودتر. بریم سراغ سوال بعدی. کدام کمیت های زیر همگی اصلی هستند؟ گزینه ها رو میتونی چک کنی، خط بزنی. فشار نیستش، فشار نیستش، نیرو نداریم. 4 میشه در واقع کمیت های اصلیمون. کمیت ها رو دو جور دستبندی میکردیم، یا اصلی فرعی بودن یا نردیه برداری. کمیت های اصلی 7 تا بودن، یکی من اینجا بنویسم. طول بود، جرم بود، زمان بود، طول، جرم، زمان، دما، جریان، شدت روشنایی، مقدار ماده. اینا 7 اصلی هستند، بقیه کمیت ها فرعی میشن، از روی اینا ساخته میشن. 4 تا اینجا، 3 تا اونجا، 7 تا. این هم از جواب این تستم. در اس آی مقدار ماده و شدت روشنایی الان گفتیم اصلی هستند، 2 بره کنار، 4 بره کنار. یکه هاشون برای مقدار ماده مول، کیلوگرم غلطه، کیلوگرم برای جرم بود. و شدت روشنایی هم که کندلا میشه. فقط حواست باشه کندلا رو ننویسه CAD، کندلا CDه. اینم حواست باشه. سوال بعدی، شخصی از مکان یک به مکان دو میره، کدوم یکی صحیحه؟ اگر محل مکان یک مسافت طی شده رو داشته باشی، میتونی محل مکان دو رو به دست بیاری. مثال نقص بزن، مکان اولیت باشه x مساوی 0، مسافتی که میری بشه 4 متر. خب یه سوال، تو ممکن از 0 بری 4، ممکن از 0 بری 2 برگردی به 0. یعنی هزاران بی نهایت حالت وجود داره که مکان اولیه رو داری، مسافت هم داری، مکان ثانویه تو خیلی چیز مختلف میتونی به دست بیاری. پس مشخص نیستش، یه چیز مشخص نیست، نمیشه به دست آورد. اگر محل مکان یک و دو رو داشته باشی، میتونی مسافت طی شده رو به دست بیاری. من الان اینجا ایستادم، 5 دقیقه دیگه دوباره همینجام. خب شاید رفته باشم تا اون ور برگشته باشم، شاید رفته باشم جلو اومده باشم، شاید رفته باشم به x مساوی 10 برگشته باشم. تو نمیدونی من چقدر مسافت رفتم، فقط محل مکان یک و دو رو میدونی. خب پس مسافت طی شده رو نمیتونیم به دست بیاریم، چون ندیدیم متحرکمون چه مسیری رو طی کرده. مسافت طی شده رد پای متحرک، تو رد پای متحرک رو نمیتونی داشته باشی با داشتن مکان اول و آخرش. سه، اگر بردار جابجایی و مسافت طی شده رو داشته باشیم، میتونیم محل مکان یک و دو رو به دست بیاریم. یه سوال بپرسم، من x مساوی 1 هم حرکت کردم، رفتم به x مساوی با 3، جابجایی من 2 تا. مسافت چی؟ مسافت شما ممکن از 1 رفته باشی به 10، برگشته باشی به 3، از 1 مستقیم بری به 3، از 1 بری به سمت منفی و دوباره برگردی به 3. پس نمیتونی مشخص کنی که از چه مسیری رفتی. غلطه. 4، اگر محل مکان 2 و بردار جابجایی رو داشته باشیم، میتونیم محل مکان 1 رو به دست بیاریم. حالا این اصلا از فرمولش مشخصه. جابجایی دلتا ایکس اگه بخوایم بگیم، مساوی میشد با x2 منفی x1. خب شما وقتی محل مکان 2 رو داشته باشی، جابجایی هم داشته باشی، محل مکان 1ت مشخصه برات از روی فرمول. از روی همینطوری مثال هم میخوایم بزنیم مشخصه. مثلا من توی محل مکان آخرم، مکان 2 گفته، مکانی که دیگه آخر حرکتم رسیدم، 10 باشه، جابجایی من مثبت 3 باشه. مکان اولی هم کجا بوده؟ خب 7 بوده دیگه، که 3 تا جابجاییشون رفته 10، دیگه حالت دیگه ای نداره. پس گزینه 4 میشه جواب سوال.
سوال ازمون گفتم از آ شروع کردیم، به مقصد ای رسیدیم، نسبت مسافت به جابجایی بگو. مسافت گفتی باشه، من چشامو میبندم همه رو با هم دیگه جمع میکنم. 3 متر، 5 متر، 6 متر، 9 متر، 3 و 5 8 با 6 14 با 9 جمع کنیم میشه 23 متر. جابجایی میگی من یه آی دارم توی این سوال، یه جی دارم. اول آی رو نگاه کنم، 5 تا به سمت چپ اومدم، 9 تا به سمت راست رفتم، پس 4 تا در راستای آی جابجا شدم. جی رو میگی 3 تا پایین اومدم، 6 تا بالا رفتم، 3 تا در راستای جی جابجا شدم. آی و جی به هم عمودن. برایند بگیرین، دلتا ایکس یا جابجاییمون به دست میاد عدد 5. نسبت این دوتا رو خواسته، 23 پنجم یا 4 ممیزه 6 گزینه 2 میشه جواب سوالمون. سوال بعدی همون سواله، این دفعه ازمون گفته جابجایی چقدر، مسافت رو نخواسته. یه بردار دارم اینجا که کجه، با کجا چیکار کنم؟ هیچی، تجزیهش کن. چجوری تجزیهش کنم؟ این زاویه رو نگاه کن، این زاویه چند درجه است؟ 180، اینجا 127 درجه است، پس اینجا میشه زاویه 53 درجه. اینی که کجه، تجزیه کنی، یکی به سمت راست میده، یکی به سمت پایین میده. اینی که به سمت پایین داده از جنس مقابل زاویه 53 درجه است، پس میشه 10 که اندازه این قرمزه بوده ضرب در سینوس زاویه 53 درجه. سینوس زاویه 53 درجه هم 18مه. این مربوط بود به اینجا. این برداری که کج هستش رو ترجیح کنیم، از جنس مجاوره، میتونی اینو برش داری بیاری بذاری کنار این، از جنس مجاوره میشه 10 ضرب در کوسینوس زاویه 53 درجه. کوسینوس زاویه 53 درجه 16مه. من ضرب کنم مستقیم بنویسم 6، اینجا هم به جاش بنویسم عدد 8. حالا یه آی داری، یه جی داری، حل کن. آی رو نگاه کن، 6 تا به سمت چپ اومدی، 4 تا به سمت راست رفتی، یه اینجا هم یه 6 تا به سمت راست رفتی بودی، پس مجموعا 4 تا به سمت راست رفتی. جی رو حل کن، 8 تا به سمت پایین اومدی، 11 تا به سمت بالا رفتی، پس 3 تا به سمت بالا رفتی در کل. عمودن برایند بگیر، برایند بگیری عدد 5 رو بهت میده، یعنی توی گزینه ها اگه نگاه کنیم در واقع گزینه 4 میشه جواب سوالم. سوال بعدی، متحرکی روی محور x حرکت میکنه از در مبدأ زمان از مکان x مساوی با منفی 40 میگذره. لحظه 6 مکانش 100، لحظه 10 مکانش 20. سرعت متوسط در این 10 ثانیه کدومه؟ سرعت متوسط جابجایی به روی پل. جابجایی وقتی میگی به مسیر حرکت بستگی نداره، یعنی تو میتونی چشاتو ببندی رو مسیر حرکتت، فقط نگاه کنی مکان اولت کجاست، مکان آخر کجاست. مکان آخر تو منفی مکان اول میکنی، جابجایی بهت میده. نگاه کنی میگه در مبدأ زمان یعنی تی مساوی با صفر مکانش منفی 40. خب اینو من دارم، بقیهش رو کاری ندارم. اومده بهم میگه در نهایت در لحظه 10 به مکان 20 میرسه. چقدر جابجا شدم؟ از منفی 40 اومدم 20، 60 تا جابجا شدم. تقسیم بر زمانش چقدر بوده؟ از مبدأ زمان تا لحظه 10 10 بوده. 60 دهم یا عدد 6. گزینه 3 میشه جواب سوالمون. عقربه در مورد گفته عددی که عقربه کیلومتر شمار اتومبیل نشون میده معرف چه کمیتی هستش. عقربه کیلومتر شمار داره تندی لحظه ای رو نشون میده. تندی لحظه ای همواره با اندازه سرعت لحظه ای برابره، پس چرا اونو نمیگیم؟ سرعت لحظه ای ممکنه منفی باشه، داریم میگیم تندی لحظه ای برابر با اندازه سرعت لحظه ای. پس اندازه سرعت لحظه ای وقتی داریم میگیم، اینجا خود توی سوال بهمون گفته سرعت لحظه، سرعت لحظه ممکنه منفی باشه، ممکنه مثبت باشه. عددی که عقربه نشون میده میتونه منفی رو نشون بده؟ نه، پس سرعت لحظه غلطه. اگر میگفت اندازه سرعت لحظه میشد درست. چی رو نشون میده؟ تندی لحظه. گزینه 4. سوال بعدی میگه که متحرکی روی محور x حرکت میکنه در یه بازه زمانی مشخص، اندازه بردار جابجاییش کمتر از مسافته. که این مسافت بزرگتر میشد از جا به جایی، باید تغییر جهت میداشتیم. تغییر جهت، نه هر تغییر جهتی، تغییر جهت بردار مکان، نه، تغییر جهت حرکت متحرک. یعنی چی؟ یعنی تغییر علامت سرعت، سرعت علامتش عوض بشه. گزینه ها رو بخونیم. جهت حرکت این متحرک یک بار تغییر کرده، حداقل یک بار، درسته، حداقل یک بار تغییر کرده. در انتهای بازه زمانی جهت بردار مکان و بردار جابجایی یکسانه. ربطی نداره، ما یه مثال نقض هم میتونیم بزنیم. ما میخوایم یه مثال بزنیم که تغییر جهت داشته باشه،
این گفته در انتهای بازه زمانی جهت بردار مکان و بردار جابجاییش یکسانه. خب یه سوال، متحرکمون مثلا از اینجا شروع به حرکت کرده، اومده اینجا برگشته، اومده به اینجا. خب یه سوال، الان بردار جابجاییش منفی دیگه، درسته؟ مثلا از مثبت 3 اومده مثبت 1، جابجاییش میشه منفی 2. بردار مکان یعنی همون ایکس، ایکسش اینجا مثبته، با هم دیگه یکسان نیستن، ولی ما تغییر جهت داریم، پس این غلط. گزینه 3 گفته طی این بازه زمانی اندازه سرعت متوسط و تندی متوسط یکسانه. داریم میگیم مسافت بیشتر از جابجایی، پس تندی متوسط از اندازه سرعت متوسط بیشتر، یکسان نیستش. بردار جابجایی متحرک در جهت منفی محور ایکس. نه، یه مثال برای خودت بزن. تغییر جهت داشته باشیم ولی بردار جابجایی در جهت مثبت باشه. مثلا از اینجا اومده باشیم رفته باشیم اینجا. خب الان تغییر جهت داریم، یعنی مسافتمون بیشتر از جابجاییه. جابجایی گفته کمتر از مسافته، ولی بردار جابجاییش هم در جهت مثبته. پس اینم مثال نقض برای گزینه 4. گزینه 1 شو جواب سوال. خب بهمون گفته که دو دونده در یک مسیر مستقیم، این سرعت نسبیه، احتمالش کمه که بیاد چون جزء صفات نیستش. من میگم اشکال نداره. میگه دو دونده در یک مسیر مستقیم در حال دویدن به طرف مشرقن، نفر اول 4 ثانیه زودتر از نفر دوم دویدن رو آغاز کرده، با سرعت 5 متر بر ثانیه هم داره میدوه. یه سوال، توی این 4 ثانیه چقدر جلو میفته؟ دلتا ایکس مساوی با وی تی. توی این 4 ثانیه مثلا متحرک دو نفر دوم اینجا میمونه، 4 5 تا 20 تا، متحرک اول دونده اول که حرکت کرده 20 متر میره جلوتر، یعنی اینجا میشه محل دونده اول. حالا میگه که اگر نفر دوم 20 ثانیه بعد از حرکتش به نفر اول برسه، سرعت نفر دوم چقدره؟ خب بیا از سرعت نسبی استفاده کن، فاصله بینشون چقدره؟ 20 متر. این مساوی میشه با هم متحرک 1 داره به سمت راست میره، هم متحرک 2 داره به سمت راست میره. پس میتونیم بنویسیم V2 منفی V1. V1 رو ارزشی داشتیم، بهمون توی سوال داده بود با سرعت 5. زمانش چقدر؟ گفته بود 20 ثانیه، پس اینجا هم 20. از اینجا 20 با 20 بره 5 بدین طرف، V2 به دست میاد عدد 6، یعنی گزینه 2 جواب سواله. شاید بعضی سوال کنن که چرا اینجا اول 20 و چرا اینجا اول V2 رو گذاشتیم. ببین متحرک 1 جلوتره، متحرک 2 بعد از یه مدت زمانی بهش رسیده، پس یعنی سرعت این متحرکه باید بیشتر بشه تا به اون برسه. مثلا دارم میگم با توجه به این سوال، نه، اگر سرعت این 4 سرعت این باید بیشتر باشه، هر چی میتونه 5 باشه 6 باشه. پس چون V2 بیشتره، من اول نوشتم که این طرف تساوی مثبته، اینجا هم مثبت باشه. پس اینم از توضیح این سوال. بریم سراغ سوال بعدی. بهمون گفته که متحرکی بر روی محور ایکس در حال حرکت، بردار سرعت متوسط در لحظه 2 تا 4 منفی 6، از 4 تا 8 18. سرعت متوسط از 2 تا 8 بگو. من سوال میپرسم جواب منو بده. فکر کن از لحظه 3 تا لحظه 5 زمان حضور چقدره؟ 2 ثانیه. با سرعت مثبت 5 رفتی، چقدر جابجا شدی؟ میگی خب مدت زمان حضورم 2 ثانیه بوده، با سرعت مثبت 5 رفتم 2 5 تا 10 تا 10 تا مثبت 10 مثبت 10، یعنی 10 تا به سمت محور ایکس رفتم. یه سوال دیگه، از 1 تا 3، از زمان 1 تا زمان 3 با سرعت منفی 6 رفتی. تو پیش خودت میگی من 2 ثانیه مدت زمان حضورم 2 ثانیه است از 1 تا 3، با سرعت منفی 6 رفتم 2 تا منفی 6 منفی 12، پس 12 تا خلاف جهت محور ایکس رفتم. اینم هم همینه، میگه که از لحظه 2 تا 4 با منفی 6 چقدر حضورت؟ 2 ثانیه. با سرعت متوسط چقدر؟ منفی 6. پس یه جابجایی داشتی اینجا منفی 12 متره. تیکه بعدی، از 4 تا 8 حضور چقدره؟ 4 تا، با سرعت متوسط 18. 4 تا 18 تا میگی 4 10 تا 40 تا 4 8 32 تا 72 تا، 72 تا در جهت مثبت جابجا شدی. بردار سرعت متوسط، سرعت متوسط جابجایی به روی پل از 2 تا 8، یعنی از این 2 که اینجا داشتیم تا 8 که آخر بوده. پس جابجایی ها رو با هم دیگه جمع میکنیم میشه عدد 60. تقسیم بر زمان از 2 تا 8 6 ثانیه است، 60 ششم یا عدد 10. گزینه 1 میشه جواب سوالمون. اگر تندی میخواست چی؟ اگر تندی میخواست اینو داخل قدر مطلق میذاری، با اینم که مثبت جمع میکنی تقسیم بر زمان، میشد 84 تقسیم بر 6 که اون موقع میشد گزینه 2 جواب سوالمون. خب
طول عقربه دقیق شمار ساعتی 5 سانتی متر اندازه سرعت متوسط نوک عقربه دقیق شمار در بازه زمانی 3 اروپ تا 3 و 45 دقیقه چند متر بر ساعت هستش. یه ساعت اگه اینجا داشته باشیم، عقربه دقیق شمار وقتی میگه 3 اروپ، خب عقربه دقیق شمار اینجا روی 3 ایستاده. 3 و 45 دقیقه عقربه دقیق شمار حرکت میکنه، میاد اینجا ایست میکنه، روی 9 ایست میکنه. طولش چقدر بوده؟ 5 سانتی متر بوده، پس اینجا هم 5 سانتی متره. سرعت رو خواسته یا تندی رو خواسته؟ متوسطش رو. اندازه سرعت متوسط رو خواسته. جابجایی چقدره؟ از اینجا اومده به اینجا، با اینجا کاری نداریم. جابجایی مکان اول مکان آخر، مکان اول اینجاست، آخر اینجاست. 10 سانتی متر جابجا شده. بر حسب چی خواسته؟ بر حسب متر بر ساعت خواسته. پس جابجاییش میشه 10 سانتی متر یا 1/10 متر تقسیم بر زمانش چقدر بوده؟ از 3 اروپ تا 3:45 دقیقه بوده 30 دقیقه. گفته به ساعت تبدیل کن، 30 دقیقه میشه نیم ساعت، یا بهتر بگم 1/2، که از اینجا میشه 2/10. یعنی گزینه 4 میشه جواب سوالمون. خب همین سوال میومد تندی میخواست. باشه، ما باید اینجا رو به دست می آوردیم. از ریاضی می دونیم اینجا L مساوی میشه با R تتا. تتا بر حسب رادیانه. یعنی چی؟ یعنی شعاع رو بهمون داده بود 5 سانتی متر میشه 0.05 متر. زد در چه زاویه ای رفته؟ 180 درجه چرخیده. 180 درجه به رادیان به من بگو میشه عدد پی. تقسیم بر زمانش که نیم ساعت هستش، اینجا هم 1/2 میذاشتیم. اون موقع این میشد 2، میرفت میشد 10 صد و میشد 1/10 پی، یا پی هم که عدد 3 بود میشد 3/10. گزینه 2 اگر تندی میخواست. این سوال سرعت خواسته. خب متحرکی روی محور ایست در حال حرکت در لحظه 2.5 از مکان 10، در لحظه 5 از مکان منفی 5، لحظه تی 3 مکان 5 عبور میکنه. سرعت متوسط در بازه زمانی تی 2 تا تی 3 برابر 4. تو به من بگو من بنویسم سرعت متوسط میشد چی؟ میشد جابجایی به روی پل. پس 4 مساوی میشه با، من جابجایی میتونم به دست بیارم از T2 تا T3. T2 مکانشو دارم، T3 هم مکانشو دارم. آره، منفی 5 رفته به 5، جابجایی 10 تا. پل چقدره؟ T2 5 ثانیه است، T3 رو نمیدونم. خب پس من اینجا یه T بذارم که اختلاف T2 و T3 رو هم بده، که از اینجا عدد T به دست میاد 10/4 یا 2.5. یعنی چی؟ یعنی اگر لحظه 2 لحظه 5 ثانیه است، 2.5 ثانیه بریم جلوتر، لحظه تیسه به دست بیاد، لحظه تیسه به دست میاد 7.5. در واقع میتونستیم یه راست هم مستقیم اینجا بنویسیم، اینجا زمانش هم بود، اینجا بنویسیم تی منفی 5 که دلتا تی رو نوشته باشیم، از اینجا 2.5 مساوی میشد با تی منفی 5، یعنی تیسه به دست میاد همون 7.5. حالا میگه اگر سرعت متوسط در بازه، اینا که خوندیم، سرعت متوسطش در بازه زمانی از T1 تا T3، سرعت متوسط گفتی جابجایی به روی پل، لحظه 2.5 مکان 10 بوده، لحظه 7.5 که مکان 5 بوده، جابجاییش منفی 5، زمانش هم که 5 ثانیه است، درسته؟ از 2.5 تا 7.5 5 ثانیه است، پس شد منفی 1. گزینه 3 جواب سوالمونه. در شکل روبرو آونگی به طول 64 سانتی متر از حالتی که نخ کشیده شده آن با امتداد قائم زاویه 60 درجه می‌سازد رها میشه. در مدت 4 ثانیه به حالت قائم میرسه. اندازه سرعت متوسط آونگ در این مدت چقدر بوده؟ نگاه کن شکل زاویه رو 60 درجه داده. جابجاییش چی میشه؟ از این حالت قائمش دیگه، درسته؟ آونگ رفته اینجا ایستاده. خب جابجاییش میشه این بردار. یه سوال، اینجا طول آونگه، بهمون داده 64. اینجا هم همون طول آونگه، همون آونگ اومده وضعیت قائم ایستاده، پس اینجا هم 64 سانتی متره. خب این ضلع و این ضلع برابرن، زاویه بین 60 درجه است. این چه مثلثیه؟ متساوی الاضلاع. پس این بردای جابجاییش هم 64 سانتی متره. یعنی ما اگه بخوایم سرعت متوسطش رو به دست بیاریم، زمانش هم که داده بود 14، پس جابجاییش که بود 64 سانتی متر بر حسب متر بر ثانیه خواسته، پس می‌نویسم 64 صدم تقسیم بر زمانش چقدر بوده؟ 14/10. 10 به 100 یه دونه 10 اینجا میمونه، 4 هم به 64 میشه 16، شد 16/10 یا 1.6. گزینه 2 میشه جواب سوالم. آقا اگر مثلث متساوی الاضلاع نبود چیکار کنیم؟ من یه روش بگم برای همه شما میتونید استفاده کنید. چه روشیه؟ همون تجزیه برداره. یه سوال، ما اگه اینجا رو من پاکش کنم، بیا اینجا رو مبدا مختصات در نظر بگیر، یعنی اینجا محور ایکس میشه، اینجا محور ایگرگت میشه، درسته؟ حالا این نقطه ای که اینجاست یه ایکسی داره یه ایگرگ دیگه، درسته؟
اگر نگاه کنیم اینجا میشه x، این قسمت میشه x و این قسمت هم، یعنی همین اینجا کشیدن بهتر میشه با رنگ آبی نشون بده، این قسمت هم میشه ایگرگش، ایگرگ این نقطه. اگر ایگرگش رو بخوایم به دست بیاریم این مساوی میشه با طول این که آونگی، حالا تو این سال 64 اینجا مینویسم ال در حالت کلی. یه سوال، این زاویه 60 درجه است، هم میتونی با همین تعدیلش کنی، هم میتونی بگی خب پس این زاویه میشه 30 درجه. من اگه ایگرگ رو بخوام به دست بیارم چون از جنس مقابله میشه ال ضرب در سینوس زاویه 30 درجه، همون سینوس تتا، تتا این زاویه 30 درجه است. ایکسش رو بخوایم به دست بیاریم میشه ال کوسینوس تتا. خب این حالت قائم هم که مشخصه، ایکسش که میشه 0 و ایگرگش هم که میشه منفی ال دیگه، درسته؟ اینجا هم حواستون باشه ایگرگش میشه منفی ال سینوس تتا، ایکسش میشه منفی ال کوسینوس تتا، چون تو قسمت منفی قرار گرفت دیگه، درسته؟ خب حالا چی؟ بخوایم به دست بیاریم، ما مختصات این نقطه رو داریم، مختصات این نقطه هم که به دست آوردیم اینا هستن، از روابط ریاضی میدونستیم. میخوایم فاصله دو تا نقطه رو به دست بیاریم، رادیکال x2 منفی x1 به توان 2 به علاوه y2 منفی y1 به توان 2 کلش زیر رادیکال هستش. اینم اگر مثلث نمیشد. سوال بعدی بهمون میگه که معادله حرکت جسمی در SI با رابطه x مساوی با 2t2 به علاوه 1 داده شده، سرعت متوسط در بازه زمانی بین دو لحظه 1 و 1 به اضافه یه اپسیلون 1.0001، یک بازه زمانی خیلی کوچیک. وقتی سرعت متوسط میخواد توی بازه زمانی خیلی کوچیک، یه سوال، اگر کتاب درسی رو نگاه کرده باشی بهت گفته که سرعت لحظه میشه لیمیت دلتا ایکس تقسیم بر دلتا تی، وقتی دلتا تی داره به سمت صفر میل میکنه. یعنی چی؟ یعنی تو وقتی ما سرعت لحظه‌ای به دست بیاری، بیا زمان تو خیلی خیلی کوچیک در نظر بگیر، مثل همین، مثلا 1/10000 در نظر بگیر، ببین تو این 1/10000 چقدر جابجا میشی، این بهت سرعت لحظه‌ای میده. خب این سوال چی گفته؟ گفته بیا بازه زمانی تو خیلی کوچیک در نظر بگیر، سرعت متوسط رو به دست بیار. وقتی دارم بازه زمانی رو خیلی کوچیک میگیرم، جا به جایی میخوام حساب کنم، همون در واقع دارم سرعت لحظه‌ای رو به دست میارم دیگه، توی یک لحظه خیلی کوچیک دارم به دست میارم. پس چیکار کنم وقتی بازه زمانی خیلی کوچیکه، سرعت متوسط میخواد؟ بیا همون سرعت لحظه‌ای رو حساب کن. سرعت لحظه‌ای رو چجوری حساب کنم؟ ایکس رو داری مشتق بگیر، معادله سرعتت به دست میاد میشه 4t. زمان رو چقدر بذارم؟ یک ذره بیشتر، همون یک رو بذار دیگه، 4t به دست میاد عدد 4، یعنی گزینه 3 میشه جواب سواله. بریم سراغ تبدیل واحد ها. تبدیل واحد رو یک کار کنیم، به روش نگاه کن، همینطوری نگاه کنی یاد میگیری. تبدیل واحد رو چی کار کنیم؟ یه سوال، میلی چنده؟ میلی 10^-3. دکا چنده؟ 10^-1. دکا رو با دسی اشتباه نگیری، دکا 10^-1، دسی 10^-1. خب من برای اینکه تبدیل واحد کنم این عدده رو باید ضربش کنم توی یک کسری. این 10^-1 بیاد این طرف میشه 10^-1، با این 10^-3 ضرب بشن توی هم دیگه میشه 10^-4. این از صورت. بریم سراغ مخرج. مخرج یه هکتو داره، اینجا هم یه دونه میلی داره. خب میلی که میدونیم 10^-3، هکتو هم 10^-2. حالا این 10^-3 بیاد سمت چپ میشه 10^-3، با این 10^-2 میشه 10^-5. ساعت و دقیقه هم که خودت میدونی، ساعت رو میخوای تبدیل کنی به دقیقه. وقتی میگی یک ساعت چند دقیقه است، چیکار میکنی؟ میای ضرب در 60 میکنی. پس اینجا هم همین، توی مخرج ضرب در 60 داریم. یعنی در کل این عدد 1200 رو بیایم ضربش کنیم توی عدد 10^5، بره بالا میشه 10^-9 تقسیم بر این 60. خب یه صفر که با یه صفر بره 126 میشه 20، شد 2^-8، یعنی گزینه 3 میشه جواب سواله. بازم هم تبدیل واحد. خب نانو گرم داریم، اون طرف گرم داریم، گرم که دستش نمیزنیم، نانو 10^-9. میلی ثانیه، کیلو ثانیه. میلی 10^-3، کیلو 10^-3. من دیگه ننویسم شلوغ نشه. 10^-3 رو بیاریم اینور، با این 10^-3 میشه 10^-6.
چون اینجا خودش توان دو داره، توانش رو ضرب در دو میکنیم. حواست باشه توانش رو به توان دو رو نرسونی، یعنی نگی 10 به توان منفی 6 به توان دو، میشه 10 به توان منفی 6 ضرب در دو، یعنی 10 به توان منفی 12. ترا داریم 10 به توان 12، سانتی داریم 10 به توان منفی 2، بیاد این طرف میشه 10 به توان مثبت 14، چون توان 3 داره میشه 10 به توان 14 ضرب در 3. پس این کسرمون مخرجش میشه 10 به توان 14 ضرب در 3 که بهمون عدد 3 تا 30 تا 4 تا 12 تا 42 رو میده. صورتش هم 10 به توان منفی 9 با 10 به توان منفی 12 چه 10 به توان منفی 21، یعنی در کل باید ضرب بشه توی 10 به توان منفی 63. این عدد 1 ضرب بشه توی 10 به توان منفی 63. خب اینجا باید میشد 10 به توان منفی 63، این اضافاتش هم پاک کنم، اینجا باید میشد 10 به توان منفی 63. یه چیزی دقت کن، تو وقتی میخوای مثلا گرم رو به کیلوگرم تبدیل کنی، گرم رو میخوای به کیلوگرم تبدیل کنی، یعنی کوچیک رو میخوای به بزرگ تبدیل کنی، میای توی 10 به توان منفی 3 ضرب میکنی، یعنی اون توان منفیه. حالا کیلوگرم یعنی بزرگه رو بخوای به گرم تبدیل کنی، میای توی 10 به توان مثبت 3 ضرب میکنی. اینجا هم به همین شکل عدد 10 به توان منفی 72 اینجا یه چیز و یه از یک دونه از این پیشونده باید بذاریم که بشه 10 به توان منفی 63. یه سوال، این منفی 72 شده منفی 63، توانش درسته کم شده دیگه، از بزنده کم شده دیگه، منفی 72 شده منفی 63. پس خود این، من اول با گزینه رو میخوام رد کنیم، بین منفی 63 و منفی 72 اختلافش 9 تا، پس یعنی اون گزینه اول 10 به توان منفی 6 اختلاف 6 تا رو خط میزنیم. نانو میمونه 10 به توان منفی 9، گیگا میمونه 10 به توان 9، مگا هم که 10 به توان 6 خط میخوره. حالا بین نانو و گیگا این منفی 72 شده این منفی 63، پس اینجا باید بزرگتر باشه، یعنی توانش باید مثبت باشه. گیگا میشه که 10 به توان مثبت 9 هستش. بریم سراغ سوال بعدی. اگر معادله حرکت متحرکی در SI به صورت داده شده باشه، متحرک در 2 ثانیه بعد از شروع حرکتش چند متر جابجا شده؟ جابجایی، خب معادله مکانو داریم، من اول زمان صفر مکانشو به دست بیارم چقدره؟ تی مساوی با صفر باشه، ایکسمون مساوی میشه با صفر، رو جایگذاری کن میشه صفر به علاوه صفر منفی 2، شد منفی 2. زمان 2 رو جایگذاری کن، تی مساوی با 2 باشه، مکانش 2 به توان 4 میشه 16 به علاوه 2 6 تا 12 تا میشه 28، منفی 2 میشه 26، ایکسمون شد 26. چقدر جابجا شدیم؟ از منفی 2 اومدیم به 26، 28 متر جابجا شدیم، یعنی گزینه 2 جواب درسته. اگر مسافت میخواست چی؟ اگر مسافت میخواست معادله درجه 3 میبینی، سمت در واقع حرکتش با روش پل نرو، معادله درجه 3 غیر متعارفه. اگر مسافت میخواست باید یک کار میکرد، یه قدم اضافه تر میشد. از بازه زمانی 0 تا 2 خواسته، مشتق میگیری V مساوی با 6T2 به علاوه 6، این رو مساوی 0 میذاری. اگر ریشه داشت، مثلا دارم میگم از تو مسافت خواسته توی بازه زمانی 0 تا 8 مشتق گرفتی، معادله سرعت مساوی 0 گذاشتی، دیدی ثانیه 4 مثلا تو تغییر جهت داری، پس یک بار از ثانیه 0 تا ثانیه 4 جابجایی رو به دست میاری، میذاری توی قدم مطلق. یه بارم از ثانیه 4 تا 8 به دست میاری، یعنی دو تیکه میشه. اگر تغییر جهت داشته بود، ممکن اصلا مشتق بگیری ببینی که مثلا تغییر جهت نداشتی توی بازه زمانی 0 تا 8. اگر تغییر جهت داشتی، اون بازه زمانی رو به دست آوردی، یه بار از 0 تا اون لحظه که به دست آوردی، یه بارم از اون لحظه که به دست آوردی تا آخر، جابجایی رو به دست میاری، توی قدم مطلق با هم دیگه جمع می‌کنی. این میشه از مسافت توی درجه 3 ها و بیشتر. این هم که گزینه دوش و جواب سوالش. سوال 19 میگه شکل مقابل نمودار مکان زمان نشون میده، در بازه زمانی 0 تا 1 چند بار از نقطه شروع حرکت، نقطه شروع حرکت بهش میگفتیم x0، مبدأ مکان x مساوی 0، جهت حرکت هم که تپه و گودی نمودار مکان زمان میشد. بشمریم، میگه چند بار از مبدأ حرکتش عبور کرده، مبدأ حرکتش اینجاست، کی عبور کرده دیگه، من خطچی نگرس کنم، یه بار دیگه اینجا قطعش کرده دیگه، نمودار قطعش نکرده، پس فقط یک بار میشه، یعنی گزینه 1 2. خدافظ. گفته از مبدأ مکان x مساوی با 0، گفته چند بار عبور کرده، نگفته چند بار رسیده، اینجا یک بار عبور کرده، با رنگ آبی نشون بده، یک بار عبور کرده، اینجا رسیده بهش برگشته،
عبور نکرده، رسیده بهش برگشته، پس حسابش نمی کنید. اینجا رسیده بهش عبور کرده، درسته، این میشه دو بار. اینجا رسیده بهش تموم شده حرکت، پس چند بار؟ دو بار. یعنی گزینه 3 هم خدافظ، گزینه 4 میشه جواب. چند بار جهت حرکت عوض کرده؟ تپه و گودی، یک بار، دو بار، سه بار، چهار بار، پنج بار، که بازم میشه گزینه 4 جواب سواله. خب اتومبیل از حال سکون شروع به حرکت کرده، واسا معرف نمودار مکان زمانه. از حال سکون شروع به حرکت کرده، سرعت اولیه صفره. سرعت توی نمودار مکان زمان میشد چی؟ به خط مماس. پس اولش نباید زاویه داشته باشه، نگاه کن خودش اینجا نوشته زاویه آلفا. غلط، زاویه داری، غلط، زاویه شیب خطش صفره، زاویه نداره. پس باش، زاویه داره، غلط. حالا این گزینه دو میشه دیگه، گفته پس از ته مسافتی میایستند، یعنی آخرم با سرعتش به صفر باید رسیده باشه. شیب داری، غلطه، باید اینطوری باشی شیبت به صفر رسیده باشه. حالا بد کشیدم، بره اینطوری آخرش شیبش به صفر نزدیک بشه، به صفر برسه. اینجا شیب داره، غلطه، به صفر رسیده شیب خط مماسش، درسته. زاویه داره، خودش نشون داده زاویه داره، غلطه. خداحافظ، بریم سراغ سوال بعدی. مکان متحرکی روی خط راست حرکت میکنه بر حسب زمان به صورت شکل روبروی بیشترین فاصله. فاصله یه چیزی بگم، همیشه مثبته، قبول داری؟ فاصله منفی 2 تا مثبت 4 چقدره؟ 6 تا. فاصله منفی 7 تا منفی 4 چقدره؟ 3 تا. فاصله همیشه مثبته. از مکان اولیه، مکان اولیه x 0 کجاست؟ x 0 اینجاست، منفی 5. خب رفته رفته، یا باید 16 باشه یا باید این پایین پایین منفی 18 باشه. منفی 5 تا منفی 18 چقدر فاصله داره؟ 13 تا. منفی 5 تا 16 چقدر فاصله داره؟ 21. پس این میشه در واقع نسبت بیشترین فاصلهش، از منفی 5 تا 16 شد 21. نسبت اینو خواسته به چی؟ به بیشترین فاصله از مبدأ مکان. مبدأ مکان که میگی من یاد x مساوی با صفر میافتم، کجاست؟ x مساوی صفر محور افقیه. کجا بیشترین فاصله رو داره؟ یا باید 16 باشه یا باید منفی 18 باشه. فاصله مثبته، پس این منفی 18 که فاصلش 18 تا بیشتره، شد 21 به 18، یا اگه به 3 بزنیم میشه 7 به 6، یعنی گزینه 4 میشه جواب سوالمون. سوال بعدی، در چه بازه زمانی که از متحرکی نمودار مکان زمانش اینه، جابجایی و مسافت یکسان نیست؟ میخوام خودت بگی جابجایی و مسافت یکسان نیست یعنی چی؟ داریم تغییر علامت سرعت، تغییر جهت، درسته، هر چی بگی درسته، سرعت علامتش عوض شده. پس من اینجا بنویسم تغییر جهت. حواست باشه نگی تغییر جهت بردار مکان، خیلی اشتباه میکنی. تغییر جهت بردار مکان نه، تغییر جهت سرعت متحرک، تغییر جهت حرکت متحرک. خب بازه زمانی اول رو نگاه کن، از تی 3 تا تی 6. تی 3 اینجاست، اینجا سرعت صفره، توی یه مکان قرار داره، سرعت منفی شده. اینجا باز لحظه تی 6 رسیدیم، پس اینجا سرعت صفر بوده، اینجا منفی شده. آیا علامت سرعت عوض شده؟ نه، پس کارش نداریم، غلط. تی 1 تا تی 4، تی 1 سرعت مثبت بوده، اینجا سرعت صفره، تی 4 هم که رسیدیم اینجا هم سرعت صفره، مثبت بوده، صفره، علامت سرعت عوض شده؟ نه، غلط. تی 2 تا تی 7، تی 2 اینجا سرعت صفره، اینجا سرعت منفیه، اینجا سرعت صفره، صفر منفی صفر، علامتش عوض شد؟ نه، اینم غلط. تی 5 تا تی 8، من جواب درست تیکیشو بزنم، از تی 5 تا تی 8 سرعت منفی بوده، اینجا سرعت مثبت صفر شده، میبینی تو یه مکان قرار داره، اینجا هم سرعت مثبت شده، علامتش عوض شده، بله، گزینه 4 شو جواب سوال. نمودار مکان زمان به این شکله، در بازه زمانی مشخص شده جهت حرکت چند بار تغییر کرده. جهت حرکت چند بار تغییر کرده، یعنی همون تغییر علامت، در واقع علامت سرعت عوض شده دیگه، درسته؟ خب نگاه کن اینجا رو، تپه و گودی، اینجا یه دونه داریم، اینجا دو تا داریم، اینجا سه تا داریم، چند تا؟ سه تا. گزینه 3 میشه جواب سواله. فقط یه موردی بگم، این سوالا اگر میبینی خیلی ساده حل میشه، یه موردی
ببین سوالای سخت حرکت شناسی هم هیچی نیستن، همینا هم فقط با هم دیگه ترکیب شدن. ما به سوالای سختش هم میرسیم، به سوالای خیلی سختش هم میرسیم، سوالی که کسی نمیتونه حل کنه میرسیم، همشون با همین نکات ابتدایی حل میشن. من گفتم توی ویدیو این آزمون خیلی اهمیت داره، نه از لازم که آزمون مهمی حتما باید درس خوب بگیری، از این لحاظ که سوالاتش واقعا اهمیت بالایی داره، یعنی پایه حرکت شناسی تو میسازه تا بتونی سوالات سختش هم حل کنی. پس سوالاتش رو همینطوری سرسری رد نشو. خب در نمودار ایکسی شکل روبرو نسبت سرعت متوسط متحرک در مدت زمان حرکت، سوال 24 بهمون میگه که نمودار مکان زمان شکل روبرو به این شکل نسبت سرعت متوسط متحرک در مدت زمان حرکت پس از تغییر جهت. تغییر جهت یعنی علامت سرعت عوض شده، یعنی تپه و گودی. خب اینجا علامت سرعت عوض شده یا تپه و گودیه. بهمون میگه که نسبتش خواسته به سرعت متوسط در مدت زمان حرکت پیش از حرکت، پیش از تغییر جهت. خب یه سوال بعدش رو نگاه کن، از ثانیه 5 تا ثانیه 15 چقدر جابجا شدی؟ مکانت اینجا 10 بوده، رسیدی به مکان منفی 8، یعنی منفی 18 تا جابجا شدی. به زمانش چقدره؟ از 5 تا 15 10 ثانیه است. تقسیم بر پیش از تغییر جهت اینجا رو میگه از ثانیه شروع تا ثانیه 5. خب از 6 تا 10 4 متر جابجا شدیم، تقسیم بر زمان چقدر؟ از 0 تا 5 که میشه 5 ثانیه، 5 به 10 میشه 2 مرتبه، 2 به 18 هم که میشه 9. این مساوی شد با منفی 9 تقسیم بر عدد 4، یعنی گزینه 2 میشه جواب سوال. در نمودار مکان زمان شکل روبرو تندی متوسط در مدت زمان حرکت برابر 5 متر بر ثانیه، کل زمان حرکت چقدر؟ از شروعش که 0 تا 6. پس من از اینجا مسافت رو میتونم به دست بیارم، میشه تندیش که 5 ضرب در زمانش که 6، یعنی 30 متر مسافت رفته. خب سرعت متوسط میخواد توی همین مدت زمان حرکتش. یه سوالی اینجا رو نگاه کن، اگر اینجا رو x در نظر بگیری، اینجا چقدر مسافت رفته؟ x تا مسافت رفته تا ثانیه 2، از شروع تا ثانیه 2. اینجا چقدر مسافت رفته؟ 9 تا. اینجا چقدر رفته؟ 9 تا. جمعش چقدر شده؟ 30 تا. x چقدر؟ 12 تا. بالای محور یا پایین محور؟ پایین محور. پس این میشه منفی 12. سرعت متوسط رو میخوای؟ باشه، به مسیر حرکت کاری نداری، نگاه میکنی اول کجاست؟ منفی 12. آخر کجاست؟ به صفر رسیده. پس جابجاییش چقدر؟ 12 تا. زمانش چقدر؟ 6 ثانیه. برابر شد با عدد 2، یعنی گزینه چند درسته؟ گزینه 1 میشه جواب سوال. خب سوالو بخونیم با هم دیگه. میگه کدوم گزینه درباره تندی لحظه‌ای و سرعت لحظه‌ای نادرسته؟ شیب خط مماس بر نمودار مکان زمان در هر لحظه برابر سرعتش توی اون لحظه، درسته؟ دو بهمون میگه شیب خط مماس بر نمودار مکان زمان در هر لحظه برابر تندی در آن لحظه هستش. یه سوال دارم، این نمودار مکان زمان، اینم نمودارمون باشه، نمودار مکان بر اساس زمان، اینجا شیب خط چیه؟ منفیه. یه عددیه، مثلا دارم میگم منفی 10. آیا تندی میتونه منفی باشه؟ نه. پس شیب خط مماس در نمودار مکان زمان سرعتش رو به اون میده، تندی چون همیشه مثبته نمیتونه باشه. اگر میگفت اندازه شیب خط مماس درست بود، ولی گفت شیب یعنی با علامت گفته، پس این غلطه. سرعت لحظه کمیتی برداریه، درسته، چون میشه جابجایی توی یه لحظه، جابجایی که برداریه، تندی هم که نرده‌ای میشد. پس گزینه دوشو جواب این سوال. نمودار مکان زمان متحرکی به این شکل، بیشینه سرعت چقدره؟ نمودار مکان بر حسب زمانه، بیشینه سرعت بیشینه شیب خط. روی نمودار رو زوم کنم بهتر ببینیم. بیشینه شیب خط رو کجا داره؟ اینجا شیبش داره زیاد میشه، فکر کنم اینجا دیگه از اینجا شیبش ثابته تا اینجا که باز دوباره شروع میکنه شیبش کم بشه. پس شیب این خط رو به دست بیاریم. هر واحد روی محور افقی چقدره؟ اینجا یه واحد، دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا، پنج واحد شده 10. هر واحد میشه 2. حالا یه سوال، اینجا از 10 یه دونه جلوتر دیگه، درسته؟ پس اینجا میشه ثانیه 12. خب اینجا چی؟ اینجا من بیارمش پایین اینطوری. اینجا از 10 چند تا جلوتره؟ 1، 2، 3 تا. 3 دو تا 6 تا. یعنی اینجا میشه ثانیه 16. فقط من اینجا رو ثانیه 10 باید می بود، درسته؟ اینجا خودشو از این ور می دیدم اشتباه ده. اینجا خود ثانیه 10.
سه تا رفتیم جلوتر، سه تا خونه بعد بریم جلوتر تا برسیم به این ثانیه که اینجاست. ثانیه 16 شد. حالا بریم سراغ محور عمودی. محور عمودی ببینیم هر کدومش چند چقدره، هر واحدش چند عدده؟ یکی، دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا. هر واحد 6 تا، چون 5 تا رفته بالا شده 30. پس یه سوال، اینجا چقدره؟ دو تا باید بریم بالا، دو 6 تا 12 تا. اینجا 12. بچه زرنگا میان میگن که ما میخوام اینجا رو به دست بیاریم، پس از 60 6 تا میایم پایین، 54. بچه که هم کمتر زرنگن میان از پایین میشمارن، میگن یکی، دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا، 6 تا، 7 تا، 8 تا، 9 تا، 9، 6 تا، 54 تا. جفتش موردی نداره. حالا شیبش رو به دست بیا، تغییرات عمودیش از 12 رفته به 54. 54 منفی 12 میشه 42. تغییرات افقیش از 10 تا 16 6 ثانیه است. 42 ششم یا عدد 7. یعنی توی گزینه ها اگر نگاه کنیم، توی گزینه ها میشه گزینه 3 جواب سوال ما. خب گفته متحرکی روی خط راست حرکت میکنه، نمودار مکان زمانش مطابق شکله. کدوم گزینه در مورد این متحرک صحیح هستش؟ یک، متحرک در لحظه T1 تغییر جهت میده. لحظه T1 رو نگاه کن، من خواهی ایش بفهمی لحظه T1 آیا تغییر جهت داده؟ ببین سوالش هم یه مقدار بد بیان کرده، درسته؟ حالا میشه ایرادم گرفت، میگه متحرک در لحظه T1 تغییر جهت میده. این منظورش تغییر جهت حرکت متحرکه. یعنی وقتی شما توی سوال خالی بهتون میگن تغییر جهت، منظورش تغییر جهت سرعت یا تغییر جهت در واقع حرکت متحرکه که علامت سرعت عوض شده. اگر بگی تغییر جهت بردار مکان، این گزاره آیا درست میشه یا غلط؟ آیا توی لحظه T1 تغییر جهت بردار مکان رو داریم یا تغییر جهت حرکت متحرک؟ حرکت متحرک اگر بگه مثل این سوال تغییر جهت گفته، منظورش تغییر علامت سرعته، تپه و گودی. آیا لحظه T1 تپه و گودیه؟ نه. اگر میگفت بردار مکانش تغییر جهت میده چی؟ بردار مکان درست بود. بردار مکان همون ایکسه. اینجا ایکسش منفیه، توی لحظه T1 ایکسش رسیده به صفر، اینجا مثبته. پس بردار مکانش تغییر جهت میده، ولی خودش نه. خود متحرک حرکتش تغییر جهت در واقع نداره. اگر این نمودار نمودار سرعت زمان بود چی؟ اگر نمودار سرعت زمان بود، اینجا سرعت صفر بود، اینجا سرعت منفی بود، اینجا سرعت مثبت بود. پس این جهت حرکت متحرک چیکار کرده؟ تغییر کرده. حالا این گزاره رو گفته که در لحظه T1 تغییر جهت میده، غلط. سرعت متحرک از T2 تا T3 دائما در حال افزایشه. T2 تا T3 رو نگاه کن، اینجا توی لحظه T2 یه شیب خطی داشته، اینجا کم کم به صفر رسیده، باز دوباره شروع کرده به زیاد شدن. پس نمیتونیم بگیم دائما در حال افزایش بوده، اول در حال کاهش بوده. یعنی گزینه دومش جواب سوالمون. بقیه‌اش هم کاری نداره، میتونید یه نگاه بکنید خودتون. با توجه به نمودار مکان زمان مقابل، نسبت سرعت متوسط در 3 ثانیه سوم، 3 ثانیه سوم 3 رو ضرب در 3 کن میشه 6. مدت زمان حضورش 3 ثانیه است، پس میشه از ثانیه 6 تا ثانیه 9. ثانیه 13، ثانیه انم، n منفی 1 تا n، ثانیه پنجم از 4 تا 5، ثانیه دهم از 9 تا 10، ثانیه 13 از 12 تا 13. بریم سراغ نمودار. سرعت متوسط رو میخوایم از ثانیه 6 تا ثانیه 9. اینجا هم ثانیه 6 بوده. خب من مکان ثانیه 6 رو باید به دست بیارم، مکان ثانیه 9 رو هم به دست بیارم. چجوری؟ هم تشابه میتونیم بنویسی، هم یه موردی. من 4 تا رفتم جلو از شروع تا لحظه 4، 4 تا رفتم جلو، 2 تا اومدم بالا. خب از 4 4 تا برم جلو، چند تا میام بالا؟ 2 تا میام بالا. پس اینجا میشه مکان 2. یه سوال، 4 تا میرفتم جلو، 2 تا میومد بالا، 2 تا برم جلو چقدر میاد بالا؟ 1 میاد بالا. پس اینجا هم مکان ثانیه 6 به دست اومد، عدد 1. سرعت متوسط رو میخوای از ثانیه 6 تا ثانیه 9. v مساوی میشه با، هم میتونی یه خط بکشی، شیب خطش رو حساب کنی، هم میتونی بگی دلتا x به دلتا t. از 1 رفتی 2، دلتا x 1، دلتا t هم از 6 تا 9 میشه 3 ثانیه. خب ثانیه 13 هم حرکت، ثانیه 13 هم اینجاست. یه موردی، حرکتش چیه توی این تیکه از ثانیه 12 تا ثانیه 14؟ حرکتش با سرعت ثابته.
حرکت با سرعت ثابت، یه نکته رو من گفتم، حرکت با سرعت ثابت، شما فرض کن متحرکی داره با سرعت ثابت حرکت میکنه، اگر بخوای سرعت متوسط توی هر بازه زمانی رو به دست بیاری، از 1 تا 1000، از 1 تا 2، از 1 تا 1.5، با اون سرعت خود متحرک ثابته، یعنی یکی هستن. مثلا اگه سرعت متحرک 4 هستش، سرعت متوسط از لحظه 4 تا 8 هم همونه. یعنی در واقع وقتی اینجا میخواد سرعت متوسط ثانیه 13 رو حساب کنی، یعنی از ثانیه 12 تا 13 رو حساب کنی، میتونی به سرعت این تیکر رو به دست بیاری. فرقی نمیکنه، سرعت ثابته، خودت داری میگی ثابته. پس یه مورد، از ثانیه 12 تا 14 چقدر تغییرات عمودی داشتی؟ منفی 2 تا. تغییرات افقی چقدر بوده از 12 تا 14؟ 2 تا. پس میشه منفی 1. یعنی نسبت 1/3 خواسته به منفی 1 که میشه منفی 1/3. یعنی توی گزینه ها گزینه 1 میشه جواب سوالمون. نمودار مکان زمان متحرک های آبی به صورت شکل روبرو هستش. حرکت متحرک آ و حرکت متحرک بی رو گفته مقایسه کن. متحرک آ رو نگاه کن، از لحاظ تندشونده و کندشونده خواسته. کجا سرعتش نزدیک به صفره؟ اصلا کاری ندارم صفره یا نه، اینجا سرعتش نزدیک به صفره. اینجا که داریم به سرعت صفر نزدیک میشیم میشه کند شونده، باز اینجا داریم از سرعت صفر دور میشیم میشه تند شونده. بی رو نگاه کن، اینجا سرعت صفره، نزدیک بشیم کند شونده، دور بشیم تند شونده. هر جفتشون ابتدا کند سپس تند. گزینه 1 جواب سواله. درون استوانه مدرجی، خب بریم سراغ سوالات چگالی. گلوله توپوری به جرم 42 گرم رو داخل آب میندازیم، به طور کامل در آب فرو میره، سطح آب از 50 به 54 میرسه. این تغییرات حجمی که داشته مربوط به حجم چیه؟ مربوط به ماده ای که توش انداختیم. پس حجم ماده ای که توش انداختیم گلوله توپور 4 بوده، جرمش هم تعداد 42، چگالیش میشه 42 به 4، میشه 21 به 2 یا 10.5. گزینه 2 جواب سوالم. یک قطعه فلز که چگالیش 2.7 کاملا در ظرفی پر از الکل. این خیلی مهمه، کاملا در ظرفی پر از الکل. به چگالی 8 وارد میکنی، به اندازه 160 گرم الکل از ظرف بیرون میریزه. من یه سوال بپرسم، جواب منو بده. ما میایم یه جرمی رو، یک گلوله رو میندازیم داخل این. فرض کن این کاملا پره. میندازی داخل این، میگه 160 گرم. حالا این الکله. من میگم 160 گرم آب میریزه بیرون. 160 گرم آب میریزه بیرون. تو برای اینکه حجم اون قطعه که انداخی داخلش حساب کنی، باید به حجم این ماده ای که بیرون ریخته رو حساب کنی. چرا؟ چون تو دلیل نیست که تو مثلا اگه 10 گرم ماده میندازی داخل این، 10 گرم آب بریزه بیرون. چیشون یکسانه؟ حجمشون یکسانه. یعنی تو اگه 10 سانتی متر مکعب داخل یه لیوان که پر از آب بندازی، 10 سانتی متر مکعب مایع میریزه بیرون. حجمشون یکیه، جرمشون یکی نیستش. پس توی این سوال ما یه کار میکنیم. ببخشید. چگالی 2.7، الکل چگالیش 8. 160 گرم الکل بیرون ریخته. بیام حجم الکل رو به دست بیارم. حجم الکل مساوی میشه با جرمش که بوده 160 تقسیم بر چگالی. چقدر در الکل بهمون گفته؟ چگالی 18. پس این میشه 2، یه دونه 0 میشه 1600 به عدد 8 که میشه 200. خب جرم قطعه فلز خواسته باشه، ام مساوی میشه با رو وی. چگالی چقدر بوده فلز؟ 2.7. میشه چقدر به دست آوردیم؟ 200. 200 تا 2.7 میشه 540. یه جور دیگه هم میشد نوشت، ما گفتیم چیشون یکسانه؟ وقتی ظرف پره بعد یه مقدار جرم میریزه بیرون، گفتیم حجم این دوتا یکسانه. خب خودت داری میگی حجمشون یکسانه، ام مساویه با رو وی. میگه نمیگه حجم یکسانه. پس من اگه نسبتی بخوام بنویسم، میتونم بنویسم ام دو به ام یک مساویه با رو دو به رو یک. یعنی چگالی فلز 2.7 به چگالی الکل که 8 مساوی میشه با جرم کدومو داریم؟ جرم الکل رو بهمون داده بود 160. پس اینجا میشه 160، اینجا میشه علامت سوالمون. علامت سوال میشه 160 ضرب در 2.7 تقسیم بر 18. 160 ضرب در 2.7 تقسیم بر 18.
این که شد 200، 200 تا 2 ممیز 7 هم میشد 540. گزینه یک شد جواب سوال. سوال 33 میگه جرم یک گلوله آهنی 3900 گرم، چگالیش 7800. گلوله آهنی رو به آرامی در ظرف، گفتم چی مهمه؟ پر از الکل. چگالی الکل 800، چند گرم الکل از ظرف خارج میشه؟ باز مثل سوال قبل، ما یه چیزی انداختیم توی الکل، یه حجمی بیرون میریزه، اون حجم برابر حجم اون ماده که انداختیم داخل. پس این تو چی ثابته؟ حجم ثابته. یعنی اگر بخوام مثل سوال قبل حل کنیم، ام مساوی بوده با رو وی، چون وی ثابته میتونیم به جرمشون نسبت بنویسیم. یعنی گلوله آهنی جرمش 900، 3900 بوده، اون یکی جرمشو نمیدونیم، مساوی میشه با چگالیش 7800 بوده، چگالی الکل 800 بوده. خب از اینجا این به اینجا دوتا میمونه، دو به 800 هم که میشه 400، یعنی جرمشو به دست آوردیم 400 گرم. گزینه یک میشه جواب سوالمون. شکل زیر نیمکره‌ای به شعاع 4 سانتی متر از جنس آهن رو نشون میده، حفره داره، اونم نیمکره است، حفرهش به شعاع 2 سانتی متر. اگر چگالی آهن 8000 باشه جرمش چقدره؟ ام مساوی میشه با رو وی. گزینه‌ها رو نگاه کردی؟ متفاوتن، 0 و 8 رو در نظر نمیگیری. پس چگالیشو میذاری عدد حجم، حجم میشه میخوای بذاری، یه سوال، حجم کره چی میشد؟ میشد 4/3 پی آر به توان 3. نیم کره چی میشه؟ داری میگی نیم کره، پس یه تقسیم بر 2 هم میکنی، یعنی اینجا به جای 4 مینویسی عدد 2. حفره داره، حفره داشت چیکار میکردی؟ چگالی رو پاک میکردی، به جاش مینوشتی آر به توان 3 منفی آر پریم به توان 3. اینو بنویسیم اینجا، 2/3 پی، که چون پی 3، پی با 3 ساده میشه، پس میشه 2 ضرب در آر به توان 3 منفی آر پریم به توان 3. قطعا این آر بزرگتره، پس یه شعاع داریم 2، یه شعاع داریم 4. 4 به توان 3 برسه میشه 64، 2 به توان 3 هم برسه که میشه 8. 64 منفی 8 میشه 56، 8 دو تا هم که میشه 16 تا، میشه 56 ضرب در 16. یه سوال، 6 ضرب در 6 رقم یکان چقدر میشه؟ عدد 6 گزینه 3 کنار، گزینه 1 کنار، 896 یا 1286؟ یه سوال، ما فرض کنیم که این بوده 16 ضرب در 50، 16 ضرب در 50 میشه عدد 800. خب یه دونه 6 تا 16 تا هم دیگه میمونه، 6 تا 16 تا دیگه میمونه، ما 50 تا 16 تا رو حساب کردیم شد 800، 6 تا 16 تا دیگه هم میشه 96 تا، یعنی مجموعا میشه گزینه 2. ارتفاع یک مخروط توپر به چگالی رو یک برابر طول زل یک مکعب توپر به چگالی رو دو. یه سوال، همه رو اومده گفته این برابر اونه، خب عدد بدیم دیگه، عدد بدیم راحت باشیم. ارتفاع یک مخروط برابر طول زل یک مکعب، ادامهش هم بخونیم. گفته شعاع قاعده نصف، این کلمه نصف رو که میگه تو بیا عدد رو 2 در نظر بگیر، یعنی طول زل مکعبمون 2، ارتفاع مخروط هم 2. شعاع قاعده آن نصف طول ضلع مکعب، طول ضلع مکعب 2 بود، پس شعاع قاعدهش میشه نصفش که عدد 1 میشه. میگه اگر جرمشون با هم دیگه برابر باشه رو 1 به رو 2 چیه؟ خب یه سوال، ام مساوی بود با رو ضرب در وی، ام گفته یکیه ثابته، پس رو با وی رابطه عکس پیدا میکنه. یعنی اگر روی سوال اومده رو 1 به رو 2 رو خواسته، من میتونم بیام وی 2 رو حساب کنم به وی 1. وی 2 چیه؟ حجم کدوم یکیه؟ مخروط رو شماره یک گرفته بود، مکعب رو شماره دو گرفته بود. خب مکعب حجمش راحته، یک ضرب به توان 3، ضلعش هم که 2 بود به توان 3 میشه عدد حجم، میشه عدد 8. حجم مخروط رو بخوایم به دست بیاریم میشه 1/3 آ هاش، یا 1/3 پی آر 2 ضرب در هاش. پس بنویسم 1/3 عدد پی هم که توی سوال بهمون داده 3، شعاعش چقدر بود؟ 1 بود به توان 2 میشه همون 1. ارتفاعش چقدر بود؟ اول سوال نوشتیم 2، 3 با 3 میره میشه 8/2 یا 4. گزینه 3 جواب سوال. چگالی مایه آ 4/5 چگالی مایه بی، حجم 8 کیلوگرم از آ برابر 10 لیتر، 5 کیلوگرم بی چقدره؟ همین چیزی که سوال گفته رو بنویسیم. چگالی مایه آ میشه جرمش به حجمش 4/5 ضرب در حجم چگالی بی، جرم بی به حجم بی. اطلاعاتی که سوال داده،
8 کیلوگرم آ 10 لیتره، 8 کیلوگرمش 10 لیتره. 5 کیلوگرم چقدر؟ 5 کیلوگرم چقدر؟ 5 به 10 میشه یه دونه 2 اینجا میمونه، با 8 میشه 4، 4 هم که با 4 میره، اون 5 به روی وی بی، پس وی بی به دست میاد 5. گزینه 4 جواب سوالمون. میخواییم ظرفی به گنجایش 2700 سانتی متر مکعب رو به مقداری به کمک ذوب مقداری یخ پر کنیم. برای این کار چند لیتر یخ رو باید ذوب کنیم؟ من یه توضیح دوباره بدم. توی سوالی که ظرف پر بود، لیوان پر بود، توش یه جسمی مینداختیم، یه حجم میریخ بیرون که این حجمه برابر حجم همون ماده بود که انداختیم داخل لیوان. مثلا اگر 50 سانتی متر مکعب ماده انداختی داخل لیوان، 50 سانتی متر مکعب آب میریزه بیرون. این سوال اومده یخ رو ذوب کرده، میگه یه لیوان به گنجایش 2700 رو بیایم پرش کنیم. من این لیوان رو نگه دارم اینجا، این یخ رو بیام حرارت بدم که ذوب بشه. ذوب بشه، این تو چی داریم؟ 2700 سانتی متر مکعب آب داریم. آیا یخ هم همین 2700 سانتی متر مکعب بوده؟ نه. توی مسائل آب و یخ چی ثابته؟ برعکس اون، جرم ثابته. چرا جرم ثابته؟ تو یه تیکه یخ داشتی، مثلا میگم 300 گرم بوده، این 300 گرم اومدی آبش کردی تو لیوان، درست؟ این یخ میدونی وقتی آب یخ میزنه، حتما دیدید خودتون دیگه، حجمش بیشتر میشه. پس نمیتونیم بگیم بین آب و یخ حجم ثابته. چی ثابته؟ جرم ثابته، یعنی همون جرمی که ما ذوبش کردیم اومده داخل لیوان و لیوان رو پر کرده. پس این 2700 سانتی متری که میگه، من برم دنبال حجم باشم یا دنبال جرمی که یکی است؟ برم دنبال جرم باشم، یعنی بگم ام مساوی میشه با 2700 سانتی متر مکعب آب. آبم که چگالیش یکه، پس این میشه همون 2700 گرم آب. این 2700 گرم آب همون 2700 گرم یخی بوده که ذوبش کردیم، جرمشون یکیه. گفته چند لیتر؟ لیتر رو بخوام به دست بیارم، حجم رو به دست بیارم، میشه ام بخش بر رو، یعنی 2700 میخوایم تقسیم کنیم به چگالی یخ چقدر؟ 9 دهم. تقسیم به 9 دهم یعنی ضرب کن توی 10 دهم. این بر حسب چی به دست اومد؟ در واقع حجممون بر حسب سانتی متر مکعب به دست اومد. گفته بیا به چی تبدیل کن؟ بیا به لیتر تبدیل کن. پس باید ضرب در 10 به توان منفی 3 کنیم، یا میتونیم این صفرش رو بزنیم که میشه 27 به 9 یا عدد 3. گزینه 2 میشه جواب سوال. سوال بعدی بهمون میگه جرم یک ظرف تو خالی 300 گرمه، اگر ظرف پر از مایع به چگالی 1.2 کنیم جرم مجموعه. جرم مجموعه، شما یه ظرف داشته باشی مثلا 100 گرمه، توش یه مقدار مایع بریزی، جرم کل بشه 300 گرم، پس اون مایع 200 گرم بوده، یعنی اینجا جرم مجموعه 540، ظرف تو خالی 300، این مایع جرمش چقدر بوده؟ میشه 240. در صورتی که پر از روغن کنیم جرم مجموعه 460 میشه. ظرف تو خالی 300 بوده، شده 460 مجموعه، اون مایع روغن چقدر بوده؟ بوده 160 گرم. چگالی روغن خواسته که چقدر؟ باز یه سوال دیگه من بپرسم تو جواب بده. یه ظرفی داری، میای این ظرف رو گفته پر میکنی، یک بار از یک مایع، یک بار هم از یک مایع دیگه، جرم ثابته؟ آیا شما یک لیوان آب با یک لیوان بنزین مثلا دارم میگم جرمش ثابته؟ نه. چگالی ثابته؟ نه. حجمش چی؟ دارم میگم یک لیوان، پس یک لیوان حجمش ثابته، یعنی توی رابطه ام مساوی با رو وی، این وی ثابته، ام با رو رابطه مستقیم داره. مایع اول 240، مایع دوم 160 گرم، مساوی میشه با چگالی مایع اول 1.2، چگالی مایع دو چقدر؟ از اینجا 160 به 80 میشه 2، 240 به 80 میشه 3، 3 به 1.2 میشه 14 هم، 14 هم ضرب در 2 بشه میشه 8 دهم. حالا دیگه 0 و 80ش مهم نیست دیگه، گزینه 4 میشه جواب سوال. دو استوانه همگن آبی دارای جرم و ارتفاع مساوی هستند. جرم و ارتفاع مساوی. استوانه آ توپر، استوانه بی تو خالی. شعاع خارجی این دو استوانه با هم برابر شعاع داخلی استوانه بی نصف شعاع خارجیش باشه. پس بیام خارجیش رو یک در نظر بگیریم، شعاع داخلیش به دست میاد 2، این طرف هم شعاع خارجیش با هم دیگه برابر بود، پس برای آ هم شعاعش 2. میگه که چگالی استوانه آ چند برابر چگالی استوانه بی؟ ام مساوی میشد با رو وی. وی چون استوانه است میتونم بنویسم آ ضرب در هاش، مشکل نیستش. چیا ثابتن؟ ارتفاع گفته بود ثابته، جرم هم ثابته، رو با آ رابطه عکس پیدا میکنه. پس وقتی میگه چگالی استوانه آ چند برابر چگالی استوانه بی، با سطح مقطع رابطه عکس داره، یعنی میشه سطح مقطع بی بخش بر سطح مقطع آ.
استوانه است، میشه پی آر دو، منتها برای بی حفره دار بود دیگه، بی حفره دار بود درسته، برای بی حفره داره پس بیا بنویس آر به توان دو منفی آر پریم به توان دو، یه دونه پی هم اینجا داره که با این پی پایین ساده میشه دیگه، نمی نویسم. سطح مقطع آر که حفره نداره تو پره، میشه آر به توان دو، برای آر شعاعش بود دو، به توان دو برسه میشه چهار، این هم که شعاع در واقع داخلیش دو بود، شعاع خارجیش یک بود، بس داخلیش میشه دو به توان دو که همون چاره، خارجیش یک بوده به توان دو میشه همون یک، پس این شد سه چهار روم، یعنی گزینه چهار میشه جواب سواله. در مخلوطی از آب و یخ مقدار یخ ذوب میشه، حجم مخلوط 5 سانتی متر کاهش مییابد، جرم یخ ذوب شده چند گرم هستش؟ توی این سواله که تغییر حجم رو میدن ما باید یه کار کنیم، داریم میگیم تغییرات حجم یعنی دلتا وی. یه سوال، دلتا وی خود وی میشد ام بخش بر رو، پس وقتی می نویسیم دلتا وی میشه ام بخش بر رو منفی ام بخش بر رو، با چه تفاوتی؟ یه تفاوت داره، شما اگه میخوایم، ما همیشه میخوایم از این فرمول طوری استفاده کنیم که این طرف تساوی مثبت باشه، پس ما جرممون که یکیه، گفتیم آب و یخ جرم یکیه، حواست باشه حجم یکی نیستش، جرم یکیه توی مسئله آب و یخ. خب پس اینجا یه چگالی یخ باید بذارم یا آب، اینجا هم یا آب یا یخ، حالا کدومش رو اول بذارم؟ این طرف رو مثبت گذاشتیم، این طرف هم باید مثبت بشه، پس این کسره باید کوچیکتره باشه، این کسره باید بزرگتره باشه، اگر میخواد بزرگتر باشه مخرجش باید کوچیکتر باشه، پس اینجا چگالی یخ رو میذاریم، اینجا هم چگالی آب رو میذاریم. حالا بریم سراغ حل سوال، گفته 5 تا کاهش داشته، 5 تا رو مثبت میذارم مساوی میشه با ام بخش بر، چگالی یخ رو به همون داده 9 دهم، 9 دهم توی مخرج میشه 10 نهم دیگه، 10ش میاد بالا 9ش توی مخرج میمونه، منفی ام بخش بر چگالی آب که 1 نمی نویسم، از اینجا 10 ام نهم منفی ام نهم مساوی میشه با 10 ام نهم منفی ام، یعنی 10 منفی 9 که میشه 1 ام نهم، برابر شده با 5، یه طرف وسط کنی ام به دست میاد 45، گزینه 3 جواب سوال. مخلوطی از دو نوع مایع با چگالی رو 1 و رو 2 درست شده، حجم آن از 1/3 حجم آن از مایع با چگالی رو 1، 2/3 باقی مونده با چگالی رو 2، چگالی مخلوط کدومه؟ در حالت کلی، در حالت کلی چگالی مخلوط مساوی میشه با جرم 1 به علاوه جرم 2 به علاوه همینطوری برو جلو، حجم مخلوط میشه v1 به علاوه v2 به علاوه برو جلو. بعضی موقع طراح دیگه جرم داره، به جای ام تو باید بیای از رو وی استفاده کنی، جرمو بهت نداده، بعضی موقع حجمو نمیده، بیا از رابطه ام بخش بر رو استفاده کن. پس توی این سوال وقتی میگه 1/3 حجم، تو راحت نیستی بهت بگه 1/3 یه چیزی، تو بیا حجم کلو 3 در نظر بگیر، حجم کلو 3 در نظر گرفتی، در مورد جرم اطلاعاتی نداده، پس میای از رو وی استفاده میکنی، یعنی اولی چگالیش رو 1، 1/3 سمت میشه 1، پس میشه 1 ضرب در رو 1، این شد رو 1، دومی 2/3 بوده، 2/3 سمت میشه 2، پس 2 تا رو 2 داریم، پس میشه رو 1 به علاوه 2 تا رو 2، کدوم گزینه شد؟ گزینه 1 شد جواب سواله. نمودار حجم بر حسب جرم دو ماده مطابق شکل از دو ماده آبی آلیاژ تهیه کردیم که 60% جرمش از آ بقیه‌اش از B، چگالی آلیاژ چند برابر چگالی ماده آ هستش؟ یه سوال، نمودار V بر حسب M، من اگه بخوام نسبت چگالی این دوتا رو به دست بیارم میتونم بنویسم رو آ بخش بر رو B با جرم رابطه مستقیم داره، یعنی میشه M آ بخش بر M B، با حجم رابطه در واقع عکس داره، نمی نویسم. چرا نمی نویسم؟ اینجا رو نگاه کن، این خطه حجمشون جفتشون 100، یعنی من اگه بنویسم وی بی به وی آ جفتشون 100 خط میخورن، پس باید همینقدر کافیه، روی آ به روی بی مساوی میشه با ام آ به ام بی، اگر نگاه کنی روی این خطه جرم آ ام جرم بی 3 ام، یعنی این نسبتش میشه 1/3، یعنی تو بیا چگالی بی رو 3 در نظر بگیر، چگالی آ رو 1 در نظر بگیر. خب گفته از دو ماده که 60% جرمش از آ، وقتی میگه 60% جرم 7% شد، تو راحتی کلو چقدر بگیری؟ میگه 60% یه چیزی مثلا از آ، پس اون چیزه رو اگه 100 در نظر بگیری 60 تاش میشه آ، یعنی توی اون رابطه هم که صفحه قبل نوشتم برای چگالی رو مساوی میشه با، ما جرم کل رو گرفتیم 100،
الان جرم آ 60 داشته، پس میشه 60 به جای حد مثلا امش که 60 تقسیم بر چگالیش که چقدره؟ 1. به علاوه خب 60 داشت از آ 100 تا کله، پس 40 تا از بی میمونه، تقسیم بر چگالیش که چقدره؟ بی عدد 3 هستش. این مساوی میشه با 100 تقسیم بر 60 به علاوه 40 سوم، 60 میشه 180 سوم، به علاوه 40 سوم میشه 220 سوم. پس این شد 100 یکم به روی 220 به روی 3، این میشه 300 به روی 220، 30 به روی 22 یا 15 به روی 11، یعنی گزینه این شد 15 به روی 11، گزینه 2 شد جواب سوال. سوال 43 میگه 400 گرم آب 0 درجه رو داخل یخچالی قرار میدیم، میگه وقتی 20 درصد آب به یخ تبدیل بشه چگالی متوسط مخلوط چند گرم بر سانتی متر مکعبه؟ سوال میپرسم جواب منو بده. یه ظرف داری، فرض کن اصلا آب و یخ همه قاطیان، تو این یخ رو بیای تبدیل کنی به آب یا آب رو تبدیل کنی به یخ، در هر صورت چی ثابته؟ گفتیم وقتی تو میای یخ رو به آب تبدیل میکنی حجمش تغییر میکنه، چگالیش هم که تغییر میکنه، جرمش ثابت میمونه. پس تو وقتی یه ظرف داری که توش آب و یخه، یخه رو آب کنی، آب رو یخ کنی، نصفش آب کنی نصفش یخ باشه، این جرم ثابته، حجمش زیاد و کم میشه، چگالی مخلوط کم و زیاد میشه، حجم ثابته. پس من اگه چگالی متوسط مخلوط رو میخوام، این حجم واسه من ثابته، همون 400 که بوده هستش. چه اتفاقی افتاده؟ گفته 20 درصد از آب به یخ تبدیل شده. آب به یخ تبدیل شده یعنی حجمش زیادتر شده. حالا یه سوال، 20 درصد آب کلش 400 گرمه، 10 درصدش میشه 40 گرم، 20 درصدش میشه 80 گرم. خب میخوایم ببینیم چقدر حجمش زیاد شده، میام از رابطه دلتا وی استفاده میکنم، یعنی میگم دلتا وی میشه 80 ام منفی این 80، مخرج اونم که چگالیا بود، اول چگالی یخ 8 دهمه، بعدی چگالی آب که 1، 8 به 80 به 8 دهم میشه عدد 100، 100 منفی 80 هم که میشه 20، یعنی 20 تا حجمش زیاد شده. اول چقدر بود حجمش؟ اول 400 گرم آب داشتیم، آب چگالیش 1، یعنی 400 سانتی متر مکعب آب داشتیم، خب 20 تا بهش اضافه شده، پس اینجا میشه 420، یعنی نسبت این دوتا میشه 20 به روی 21، یعنی گزینه 2 میشه جواب سوالم. یه موردی هم در مورد این سوال بگیم، گفته 20 درصد آب یخ زده، یعنی در کل حجمش یه مقداری زیادتر میشه، حجمش زیادتر بشه چگالیش باید کمتر بشه، پس 21 بیستم از 1 بیشتره، غلطه، 51 42 از 1 بیشتره، غلطه، اون از 1 کمتره، باید بررسی کنیم دیگه. این دوتا گزینه رو میشد باهاش رد کرد. جواهر فروشی در ساختن یک قطعه جواهر به جای طلای خالص مقداری نقره نیز به کار برده، حجم قطعه 5 سانتی متر مکعب، چگالیش 13 ممیز 6. تو حجمو داری، چگالیو داری، چی میتونی به دست بیاری؟ جرمشو. پس بنویس M مساوی میشه با چگالیش چقدر؟ 13 ممیز 6، حجمش چقدر؟ 5، 5 10 تا 50، 50 تا 5 3 تا 15 تا 5 تا 6 دهمت میشه 3، 50 به علاوه 15 به علاوه 3 میشه 68 گرم. جرم نقره به کار رفته چقدره؟ توی این سوال کلا وقتی میان جرم نقره میپرسن، حالا احتمالاً سوال بعدیش هم باشه، جرم نقره رو پرسیده، بیا جرم نقره رو x در نظر بگیر، تو جرم کلا داری، جرم این m کل باشه، از اینجا m نقره x در نظر گرفتی، یه ماده دیگه هم بود، یه ماده دیگه چی بود؟ طلا بود، m نقره m طلا باشه، m طلا 68 کله، x تا نقره است، طلا چقدر میشه؟ میشه 68 منفی x. حالا یه سوال بپرسم، حجم قطعه ساخته شده رو به داده 5 سانتی متر مکعب، پس حجم نقره به علاوه حجم طلا میشه این حجم کل، یعنی 5 رو مساوی بذار با برای حجم نقره، جرمش چقدره؟ x است، چگالی نقره چقدره؟ چگالی نقره عدد 10، به علاوه حجم طلا، طلا جرمش چقدره؟ 68 منفی x، چگالیشو بگو؟ 19. بیایم طرفین تساوی رو بیان همه رو توی 190 ضرب کنیم دیگه، مشکلی نیست، 5 تا 190، 5 10، 5 تا 100 تا میشه 500 تا، 5 تا 90 تا هم میشه 450 تا، مجموع شد 950 تا. این طرف هم بخوام حساب کنیم میشه 19 تا x، اومدیم توی 190 ضرب کردیم دیگه شد 19 تا x، این طرف هم باید توی 10 ضرب بشه کلش میشه به علاوه 680 منفی 10 تا x، این جمع که x، 19 x منفی 10 x میشه 9 تا x،
950 منفی 680 اینو بیام این طرف میشه 20 با 250 میشه 270. جرم نقره رو خواسته بودیم 279 تا x جرم نقره به دست اومد 30 گرم. گزینه دو جواب سوال. سوال بعدی، چگالی آلیاژی از سرب آهن 8.6 چگالی آهن 8 سرب 11 چند درصد حجم آلیاژ؟ چند درصد حجم آلیاژ؟ حجم آلیاژ کله چند درصدش؟ پس حجم آلیاژ رو چند در نظر بگیریم؟ 100. آلیاژ حجمش 100. حالا یه سوال مثل سوال قبلی میگه چند درصد حجم آلیاژ از سربه، پس بیا تو در نظر بگیر x تاش از سربه. خب چگالی مخلوط رو بهم داده بود، آلیاژ از سرب چگالی مخلوط داده 8.6. این 8.6 مساوی میشه با یه سوال، ما در مورد جرم اطلاعات داریم یا در مورد حجم اطلاعات داریم؟ در مورد حجم اطلاعات داریم دیگه، حجم رو گرفتیم 100، پس حجم کلمون برابر 100. به جای جرم چی بنویسم حالا که در موردش چیز ندارم؟ رو وی. خب برای سرب در نظر گرفتیم x حجمش، چگالی سرب چقدره؟ 8.6. پس این شد چگالی فقط سرب داده 11، پس اینجا میشه 11 تا x به علاوه بعدی چگالیش 8، حجمش چقدره؟ کل 100 بوده، x تاشو سرب برداشته، پس 100 منفی x تاشو آهن برداشته، یعنی میشه 8 در 100 منفی x. یه طرف وسطی کنیم 860 مساوی میشه با 11x منفی 8x میشه 3x، 8 تا 100 تا هم که میشه 800. از اینجا 60 مساوی شده با 3x و x به دست میاد 20. گزینه دو جواب سوالمون هست. خب چگالی فلز B در حالت مایع 2/3 برابر چگالی فلز A؟ چگالی B 2/3 چگالی فلز A. چگالی آبی توی سوال میبینی؟ نه. پس بیا خودت در نظر بگیر عددی، یعنی من باید روی A رو الان مساوی 3 در نظر بگیرم، روی B رو مساوی 2 در نظر بگیرم. چرا این کارو کردم؟ که چگالی B بشه 2/3 چگالی A. جرمی برابر از دو فلز، جرم میبینم توی سوال ندیگه در مورد جرم صحبتی نکرده، پس بیا به جرمم یه عددی بده. جرمی برابر مثلا 6. من چرا عدد 6 دادم؟ تو بیا به جرم یه عددی بده. ما اگه حجم رو بخوایم به دست بیاریم V مساوی میشد با M تقسیم بر رو، پس اگر اون M تقسیم بر رو میخوای کنی دیگه، اون M به رو بخش پذیر باشه محاسبات راحت تره. اگر 6 در نظر بگیری هم به 2 بخش پذیر هم به 3. اگر چگالی فلزهای آبی وقتی از حالت مایع به حالت جامد تبدیل میشن 10 و 5 درصد افزایش یابن، پس من بنویسم رو پریم آ یعنی چگالیش توی حالت جامد چقدر میشه؟ 10 درصد آ زیاد میشه، 3 10 درصدش میشه 1 دهم، 1 دهمش میشه 3 دهم، پس 3 به علاوه 3 دهم میشه 3 ممیز 3. بی رو گفته 2 گفته 5 درصد زیاد میشه، پس رو پریم بی مساوی میشه با 10 درصدش میشه 2 دهم، 5 درصدش میشه نصفش یعنی 1 دهم، پس این میشه 2 ممیز 1 دهم. گفته چگالی آلیاژ چند برابر چگالی فلز بی در حالت جامده. خب من بنویسم چگالی آلیاژ جرم کل رو میخواد، باید تقسیم کنی به حجم کل. حالا یه سوال، توی این سوالی که بهت داده در مورد جرم اطلاع داری یا در مورد حجم؟ جرمی برابر، پس 6 گرم از، حالا 6 گرم فرقی نمیکنه، 6 کیلوگرم هر چی، 6 تا از آ داری 6 تا از بی داری، کلش میشه عدد 12. حجم 6 تا از آ داری، پس میشه جرمش تقسیم بر چگالیش که چقدره؟ 3 ممیز 3. میتونم بنویسم 3 ممیز 3، میتونم بنویسم 33، اون ممیز یه صفر توی صورت بذارم به جاش. بعدی هم همینطور، جرمش که 6 چگالیش هم که 2 ممیز 1، پس این میشه 60 تقسیم بر 21. این شد چگالی آلیاژ. میگه چند برابر چگالی کدوم؟ چگالی B در حالت جامد. این چگالی B در حالت جامد میخوایم تقسیم کنیم به 21 دهم، 2 ممیز 1 میشه 21 دهم. تقسیم به 21 دهم معادل اینه که ضرب کنید توی 10 به روی 21. من اینجا رو خلوت کنم محاسبتم راحت تر بشه. برای محاسبش هم باید یه کار کنیم. توی صورت 12 داری، اینجا 60، به 12 بزن میشه 1، 60 به 12 میشه 5، اینم به 12 میشه عدد 5. حالا اینجا اگه بخوای اینو حساب کنی جمع این دوتا کسر میشه 33 ضرب در 21، مخرج مشترکشه، صورتش میشه 5 تا 21 به علاوه 5 تا 33. از یه 5 اگه فاکتور رو بگیریم میشه 5 ضرب در 33 به علاوه 21 میشه 54.
حالا این توی مخرجه برعکس میشه بیاد توی صورت دیگه، درسته؟ یعنی صورتمون میشه 33 ضرب در 21، مخرجمون هم میشه 5 ضرب در 54. اون آخر هم یه دونه ضرب در 10 به روی 21 داشتیم. برای محاسبهش چیا رو بزنیم؟ 21 رو با 21 بزنیم، 33 رو به 3 اگه بزنیم میشه 11، 54 رو به 3 بزنیم میشه 18، 18 به 2 میشه 9، 10 به 2 میشه 5 که با این 5 میره، یه 11 موند یه 9 موند، 11 9 هم یه گزینه 2. سوالش واقعا سخت، سوالش واقعا سخت. شعاع یک کره فلزی 5 سانتی متر جرمش 1080 گرمه، چگالیش 2.7، درون کره حفره وجود داره. در مورد مسائل حفره ما یه توضیح بدیم. ببین توی مسائل حفره شما فرض کنید یه مکعب دارید جلوتون. ما در مورد این مکعب یه چگالی داریم، یه جرم داریم، یه حجم داریم. من سوال کنم تو جواب بده. مکعب جلو چوبیه. تو میتونی بگی که شاید من اشتباه کنم، شاید من چوب و اشتباه میبینم، مثلا چوب نیست آهنه. میخندم به دیگه نه؟ پس تو جنس رو اشتباه نمی‌کنی، یعنی چگالی یه چیزی که برات مشخصه. یه سوال دیگه کنم. در مورد جرم تو این مکعب رو می‌ذاری روی ترازو. نگاه می‌کنی جرمش برات مشخصه. مثلا ترازو اگه نشون میده 5، تو می‌تونی بگی که خب نه شاید 4 باشه، شاید ترازو مثلا داره اشتباه می‌کنه. حالا ترازو داره اشتباه می‌کنه، یه ترازو سالم گذاشتی مثلا. جرم برات مشخصه، اون عددی که ترازو داره نشون میده. ولی یه سوال، این حجمش برات مشخصه، ولی تو میدونی این داخلش پره یا نه؟ اون داخل این ماده، در واقع داخل این ماده ای که مثلا از پلاستیکه، آیا داخلش هم از پلاستیکه؟ داخلش حفره نیستش؟ تو در مورد حجم نمیتونی قطعا اظهار نظر کنی، ولی جرم و چگالی برات مشخصه. پس توی سوال ما بگردیم دنبال حجم. دو نوع حجم داریم، حجم دو نوع میشه، یا واقعیه یا واقعیه یا ظاهریه. ظاهری رو چجوری به دست بیاریم؟ ظاهری از روی فرمول های حجم به دست میاد. یعنی مثلا برای کره میشه 4/3 پی آر اس، برای مکعب میشه 1/3 توان 3، از روی فرمول های حجم. واقعی چجوری به دست میاد؟ ام تقسیم بر رو. اختلاف این دوتا، اختلافشون مساوی میشه با حجم حفره. اینو نگاه کن، پاکش کنم که سوالو حل کنم. توی سوال شعاع رو داده بود. یه سوال، شعاع من هنوز پاک نکردم، به من بگو به درد فرمول های حجم میخوره یا به درد این رابطه؟ به درد فرمول های حجم میخوره دیگه، شعاع تو این جایی نداره. پس من میتونم حجم ظاهریش رو مساوی بذارم با کره است 4/3 پی، پی هم که 3 پس میشه 4 تا، آر به توان 3، آرش 5، به توان 3 میشه 125، 4 تا 125 تا میشه 500 تا. وی واقعیش هم به دست بیار دیگه، جرمش چقدره؟ 1080. چگالیش چقدره؟ 2.7. 108 صفرشو نبین، به 27 میشه 3 مرتبه، یه دونه صفر خودش داشت، یه دونه ممیز هم اینجا بود، پس میشه 300 تا. فقط میشه 4 مرتبه، 108 به 27 میشه 4 مرتبه. میگه که حجم این حفره چند درصد حجم کره رو تشکیل میده. بعضی از بچه ها اشتباهی که میکنن، حفره که الان مشخصه، اختلاف این دوتا چقدر میشه؟ 200 تا. میان میگن حجم حفره فقط این 400 بود، من باز دوباره اشتباه کردم، این 400. حجم حفره که 100، میان میگه چند درصد حجم کره رو تشکیل میده، میان این 400 رو میزنن. بچه وقتی میگه چند درصد حجم کره رو تشکیل میده، منظورش حجمی که تو داری میبینی، تو داری میبینی حجم ظاهری رو داری میبینی. پس باید وقتی میگه چند درصد حجم کره رو تشکیل میده، این حجم رو بذاری جاش، میشه 100 به 500. بر اساس درصد خواسته یه ضرب در 100 هم میکنه. حالا 1/5 واضحه که میشه 20%. گزینه 3 جواب سواله. خب سوال 48، طول هر ضلع مکعب فلزی 10، بیا وی ظاهری رو به دست بیار. وی ظاهری چقدر میشه؟ 1/3 توان 3000. جرمش 6، چگالیش 8. پس من حجم واقعیش رو به دست بیارم، خدا وکیلیش رو به دست بیارم. جرمش چقدره؟ اون کیلوگرمه، این گرم بر سانتی متر مکعبه، بیام اونو بر حسب گرم بنویسم، میشه 6000 گرم. چگالیش هم که 8، 6000 هم که تقسیم بر 8 میشه 750. خب توپر غلط، ظاهر یه چیز میگه، واقعا یه چیز دیگه است. ظاهر با واقعا فرق میکنه، پس توپر نیستش.
توپور نیستش، حفره داره. حفره داره، حجم حفره 750ه. حجم حفره چی میشد؟ حجم حفره میشد این منفی این، 1000 منفی 750 میشه 250. 750 غلط، گزینه 4 میشه جواب سواله. درون یک قطعه طلا به حجم ظاهری، خودش حجم ظاهری رو داده، جرم 199.5 حفره داره، چگالیش 19000. بیا حجم واقعی رو به حساب، تو جرم رو دیدی، چگالی رو دیدی، حجم واقعی رو حساب کن دیگه. منتظر چی؟ جرمش چقدر؟ 199.5. حجمش چقدر؟ 19. مساوی میشه با این. اگر دقت کن، صد این 199.5، اگر 190 بود، اگر 190 بود به 19 هم شد 10. 9.5 تا زیادتر داره، 9.5 به 19 میشه نیم تا، پس این شد 10 به علاوه نیم یا 10.5. حجم حفره چقدره؟ حجم حفره ظاهری واقعی، اختلافشون 1.5. گزینه 2 جواب سواله. مکعب مستطیل به جرم 3 ابعاد داده، حجم ظاهری 4 × 4 = 16 ضرب در 5 = 80. چگالی جرم وی واقعی، جرم 3 کیلوگرم، چگالی بر حسب گرم بر سانتی متر مکعب. بیام اینو 3000 بذارم، اونم بذارم 50، میشه 350 یا عدد 60. حجم حفره چند درصد حجم کله؟ حجم حفره ظاهری واقعی، اختلافشون 20 تا. حجم کله کدوم میذاری؟ 60 میذاری یا 80؟ این واقعا اون ظاهریه. گفتیم مثل سوال فکر کنم 2 تا یا 3 تا سوال قبل بود، باید ظاهری رو بذاری. وقتی میگه حجم کل یعنی حجم ظاهری تو بذار، میشه 20/80 درصد بگیری، یه ضرب در صد هم داره. حالا 1/4 مشخصه که میشه 25%، یعنی گزینه 1 جواب سواله. اینم از 50 تا سوالی که برای آمادگی آزمون 23 مهر بود. یه بار دیگه من جزوه رو میذارم، یه بار دیگه سوالاشو یه نگاه چشمی کنید، ضرر نداره. آزمونتون رو جدی بگیرید، گفتم نه از لحاظ اینکه در واقع خیلی آزمون پر اهمیتی، حتما باید تراز خوب بگیری، درصد خوب بگیری. اهمیت سوالهای آزمون زیاده، یعنی یادگیری سوالهای آزمون خیلی توی آینده به دردتون میخوره. امیدوارم که خسته نشده باشید بچه‌ها، موفق باشید.